منام خدا و عرض سلام خدمت همه شاگردان عزیز، امید که جور صحت مند باشین و روزهای سرد زمستانی به خیر سپری شوا. دوستان عزیز، ما در لکچر های قبلی در باره کلتیو سرویس خواندیم و بعدا در باره کیوینگ خواندیم که کیوینگ چی است و چگونه صورت میگیره. کیوینگ که همراه با کلتیو سرویس می باشد چگونه است و کیوینگ بدون کلتیو سرویس که خود راوترها یا سویچ ها انجام میدن چگونه است. لکچر بعد از او کانجسشن منیجمنت را خواندیم که وقتی کانجسشن رخ میده ما ترافیک را چطور میتونیم که کلاسیفیکیشن کنیم، اونها را به نظر به امو لیر که است، نظر به مثلا اگر لیر 3 است یا لیر 2 است کلاسیفیکیشن شما کار کردیم و ترافیک را پرایوریتی دادیم، اولویت دادیم، تا وقتی که اگر کانجسشن رخ میده ترافیکی که خیلی ضروری میباشه مثل وایس، ویدیو، اینا چه کنن؟ در یک پرایوریتی کیو قرار بگیرن و زودتر پروسس شون در راوترها. و همچنان ما توانستیم که کانفیگور کنیم در رابطه با ای که ما بتونیم بانویت را یک مقدار بانویت را مشخص کنیم برای بعضی ترافیک ها که ریزرف باشد و اینها وقتی که میخواین از یک مسیر عبور کنن مقدار بانویتی که برای ریزرف شده در یک لینک و مقدار بانویت را دیگه دیتا چه کنن؟ نگیرن و دیگه دیتا ها اوورفلو نکنن. خب، موضوعی که در این لکچر ما امروز داریم از کوالیتی اف سرویس، چون کوالیتی اف سرویس یک بحث خیلی بزرگ است و چندین بخش داره، ما چند بخش محدودش را اینجا بر شما توضیح دادیم در این چند لکچر. مسئله بعدی که است مسئله شیپینگ و پولیسینگ است. پولیسینگ یا پولیسینگ هم میگن، مشکل نداره. شیپینگ و پولیسینگ امروز میبینیم که شیپینگ و پولیسینگ چی بودن میتونه. قسمه گفته اینجا ترافیک شیپینگ اند پولیسینگ کن بی یوز تو کنترل ترافیک ریت. ترافیک شیپینگ و پولیسینگ برای چه استفاده میشه؟ به خاطر کنترل کردن ریت ترافیک یا مو سرعت انتقال ترافیک. درست است، ترافیکی که یا اطلاعاتی که انتقال میابه با یک ریت و با یک اندازه است، نه؟ همین ریت و اندازه که اینا از یک جا به دیگه انتقال میابن همین ریت چه کنترل میکنه؟ شیپینگ و پولیسینگ چه میکنه؟ کنترل میکنه. They both measure the rate of traffic through an interface and take an action if the rate is above a configured limit. Shaping و policing چه میکنه؟ هر دویش انترفیس ها را چک میکنه. انترفیس های ما که در راوتر های ما هست و یا در دیوائس های لیر 3 ما میتونه که سویچ باشه، میتونه راوتر باشه، انترفیس را چک میکنه و در صورت که ریت یا سرعت انتقال اطلاعات ما از همون لیمیتی که کانفیگور شده اگر از او زیادتر شوه اینا چی میکنن؟ یا در قبالش یک اکشن و یک عمل را انجام میده. نظری که شما چی کانفیگور کردین نظر به مو در قبال از اون چی میکنن؟ یک کار را انجام میدن. یعنی وقتی کنترل، وقتی که ریت ما یا سرعت انتقال ما بیشتر از لیمیتی که کانفیگور شده، فکر کنید شما کانفیگور کردین که 5 ام بی، از 5 ام بی زیاد نشه، لیکن سرعت یا ریتی که ترافیک می آید این انترفیس خیلی زیاد است، در این صورت معامله که بعدا تا بالا از او سرعت از او سرعت می گیره توسط چی سرعت می گیره؟ توسط شیپینگ و پولیسینگ. ترافیک شیپینگ بافرز انی اکسس ترافیک سو دی اوورال ترافیک استیز ویتن دی دیزایرد لیمیت. ترافیک شیپینگ چه میکنه؟ بافرز انی اکسس ترافیک. ترافیک شیپینگ ترافیک اضافیه که آمده در این انترفیس او را چه میکنه؟ بفر میکنه یا ذخیره میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که امی لینک که ما داریم ترافیک نظر به امی لینک در شیپ برقرار شوه و از زیاد چی نشه؟ از زیاد نشه. فکر کنید 5 ام بی شما لینک دارین و در این 5 ام بی لینک شما 5.5 ام بی ترافیک ریت دارین. درست است؟ ترافیک ریت ما 5.5 ام بی است. در اینجا چی میکنه؟ اون نیم ام بی که اضافه است او را چه میکنه؟ او را بفر میکنه و یا ذخیره میکنه در بفرهای خود
دیوایس های ما که داریم، چی یک سی سویچ باشد، چی راوتر باشد، چی دیوایس های دیگه که به خاطر از منظور استفاده میشه، یا فایروال ها باشد. تو به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امو ریت که ست شده امو را به دست بیاره و دار اضافی ازش میکنه و فر میکنه. Traffic policing drops or remarks excess traffic to enforce the specified rate limit. در مقابل ازی پولیسینگ ما چی گونه عمل میکنه؟ پولیسینگ ما چی میکنه؟ وقتی که ریت ترافیک ما بیشتر از مقدار تعیین شده باشه، مثلا 5 ام بی اگه دارین ریت تعیین شده لیمیتش هست، لیکن نیجا ما 5 ام بی چی کده ترافیک اینجا آمده که از انترفیس خارج شده، در اینجا مقدار اضافی که هست مثلا نیم ام بی اضافه اینجا آمده، این ام بی نیم ام بی اضافه را وفر نمیکنه، بلکه چی میکنه؟ کلشه دراپ میکنه بدون اینکه چک کنه که کدام نوع ترافیک هست یا نیست. مثلا مقدار که دراپ میشه امکان داره که دبانش پکت های از وایس و ویدیو هم باشه، لیکن پولیسینگ یک ذره سخت گیری سخت گیرتر نظر به شیپینگ است در قبولش، در قبولی که ترافیک مورد نظر چه که لیمت شده باید در مول لیمت چه شده گذاشته شده. دیگه چه گفته؟ classification can be used to allow different rates for different traffic types. و همچون ما میتونیم نظر به ما classification که قبلا داشتیم با استفاده از classification بتونیم که برای دیتا و یا ترافیک مختلف ریت مختلف چه کنیم؟ به یک سب ست کنیم و کانفیگور کنیم. پس در اینجا تفاوت بین شیپینگ و پولیسینگ ای بود که شیپینگ که است وقتی که ریت بالاتر یا بیشتر از لیمیتی که ما تعیین کردیم اگر بیایه قسمت اضافی از را بفر میکنه، درست است، و دراپ نمیکنه. لیکن پولیسینگ که است چی میکنه؟ وقتی که اطلاعات برای و یا به سرعت بالاتر از چیز لیمیتی که تعیین شده بیایه او را چی میکنه؟ مقدار اضافی از را چی میکنه؟ کلان مستقیم دراپ میکنه و پشت ازی یعنی منتظر از اینه باشه یا ایره فکر نمیکنه یا باید ایره نمیسنجه که اطلاعات دراپ شده ویدیو هست، وایس هست، چی هست، ضروری هست یا نیست، کلان چه میکنه؟ مستقیم دراپ میکنه. مثلا یک پولیسینگ سناریو را اگر بگیریم، مثلا آیس پی یا کسی که بر ما انترنت میتا یعنی از او از طرف یک آی اس پی ای اگر ست شوه ای سن ای کانفیگوریشن چه قسم این ایک چیز را میتونه در بر داشته باشن. مثلا گفته in this example the customer has provisioned an MPLS VPN with a service provider. یک کستومر چه کده؟ یک لینک وی پی این از یک چیز خواسته، فکر کن از یک آی اس پی خواسته که از یک دفتر به دیگر دفترش چی کنه، ای دو دفترش با استفاده از VPN MPLS چی کنه؟ وصل بسازه. چون دو دفتر در دو جای مختلف است، لینک بین از اونا که قرار می باشه معمولا از لینک های باز خود ISP ها میتونه که لینک را برما چی کنه؟ تهیه کنه. چی لینک به شکل مثلا دیدیکیت باشه؟ اگر دیدیکیت ما نمی خواهیم چون مصرفش خیلی زیاد است و قیمتش هم بیشتر است، در اینجا ما از تکنولوژی MPLS و مثلا فریم ریلی و غیره میتونیم استفاده کنیم. پس ما در اینجا چی داریم؟ بین دو دفتر که یک هیدکوارتر یا یک برانچ داریم یک کنکشن MPLS داریم که دو تا رو چی کنه؟ وصل کنه و یک کنکشن VPN دی ست کنیم تا این دو دفتر یعنی این دو نتورک یک نتورک مثل به قسم یک نتورک کار کنه. The physical link from a CE to PE router are 100 Mbps. Physical link که ما از بین CE و PE داریم ای چی است؟ 100 Mbps است، یعنی سرعت ازش چیست؟ بالا است. But the customer has paid for 10 Mbps and their SLA. لیکن کستومر چی کده؟ 10 Mbps خریداری کده، نه 100 Mbps. درست است، این لینک ما 100 Mbps است بین CE و PE. لیکن کستومر ما چی کده؟ یعنی کسی که شرکت را هدکورتر و برانچ مربوطش است این چی کده؟ این 10 Mbps نیاز داره و بر 10 Mbps پیسه پرداخته برای ISP، برای کسی که انترنت برزی داده. The service provider enables policing inbound on the PE router to limit the customer to 10 Mbps bandwidth. Excess traffic is dropped.
پس آی اس پی چی میکنه دیجا؟ آی اس پی میایه دا پورت پی ای یا دست یا دا راوتر پی ای مو به طرف انباوند یعنی به طرف خود کاستمر سایت چی میکنه؟ دا اینجا امی پالیسی یا امی یعنی پالیسی خود پولیسینگ را چی میکنه؟ اینجا ست میکنه و دا اینجا میگه که امی کاستمر که از اینجا اینجا است امی از دا ام بی پی اس چی بیشتر نباید از لینک استفاده کنه چون این لینک 100 ام بی پی اس است لیکن کاستمر برای 10 ام بی پی اس پیسہ می پردازد پس باید از 10 ام بی پی اس بیشتر هم ترافیک ریت از این نباشه اطلاعات از 10 ام بی پی اس بیشتر فرستاده نتانه پس در اینجا امو قانون پولیسینگ را چی میکنه اینجا پیاده سازی میکنه و ترافیک اضافه اگه ترافیکی که از 10 ام بی پی اس اضافه اگه بیاید اینجا چی میشه مستقیم دراپ میشه ای معمولا یک سناریو است که از طرف آی اس پی ها ست میشه مثلا شما وقتی که اینترنت خریداری میکنید مثلا 512 کی بی یا 1 ام بی 2 ام بی یا 3 ام بی برای یک دفتر در خانه خریداری میکنید در حقیقت اونو چی میکنه این نمیتونه یک پالیسی رو چی میکنه در طرف خودشان ست میکنه وقتی که شما اگر بخواید از 10 ام بی پی اس یا مثلا 5 ام بی پی اس هر چقدر که قرارداد کردین از اون بیشتر ترافیک ریت تان باشه در این صورت چی میکنه ترافیک ریت اضافی تان چی میشه کلان دراپ میشه و از بین میره یعنی او پاکت ها کلان دراپ میشه پس این یک سناریوی از طرف چی است آی اس پی را که نظر بگیریم به شکل یک سناریو میتونیم داشته باشیم خب پولیسینگ ویت انترپرایزز خب قانون پولیسینگ همراه شرکت های تجارتی چیگونه است سوینا شرکت های تجارتی چی کار انجام میدن Another use case for policing is worm and junk traffic mitigation یکی از استفاده های پولیسینگ در بخش شرکت های تجارتی چی است worm و junk traffic است worm و junk traffic امو ترافیکی است که کلان بمیتونه چی میکنه میره و استفاده میکنه worm را میتونیم مثال از هم خود ویروس ورم را بگیرم ویروس ورم که از قسم کار میکنه که وقتی که یک کمپیوتر یا یک سیستم انفکت شد و یک نتورک انفکت شد او از خود کپی میسازه درست است و این کپی از آنقدر زیاد میشه که کلن بانویت تانه ترافیک از این میگیره و برای دیتای اصلی بانویت نمیمونه که استفاده شد و دیتای اصلی عبور کنه کلن ترافیک رشه میکنه ترافیک که ای ورم ساخته میگیره و جنگ ترافیک هم مثل ترافیک عادیه که خود شبکه تون است مثلا شما یک دیتای خیلی زیاد را فکر کنید یک فیلم است یا هر چی است او را میگیرین از طریق فایل شیرینگ به یک کسی چی میکنین؟ شیر میکنین از طریق فایل شیرینگ شیر میکنین اون نفر از طرف دانلود میکنه او را این فایل شیرینگ که شما در سیستم خود نصب کردین و اون نفر مقابل او را میتونه که دانلود کنه از او در حقیقت یک مقدار زیادی از بانویت را بانویتی که مربوط شبکه و دفتر می باشه این میگیره خاطر که دنج کدام لیمیت در روی ازی گذاشته نشده پس در محیط های انترپرایز و محیط های کاری و محیط های تجارتی پولیسینگ را ست میکنن تا یکی که از ورم ترافیک جلان گیری شده و یکی که خود کارکنا یا کارمندای خود دفتر نتانن که فایل های زیاد را با حجم زیاد دانلود و اپلود کنن فایل شیرنگ کنن درست است فیلم دانلود که شیر کو درست است و یا سافتیر های مختلف دانلود که شیر کو از این قبیل کارها را در داخل دفتر انجام دادن نتانن به خاطر از او چی میکنن؟ باز اینا پولیس های دیگر را اپلای میکنن An enterprise can configure classification and marking to recognize worms and junk traffic like peer-to-peer file sharing applications خب باز اینا چی میکنن؟ شرکت های تجاری میان کلاسفیکیشن میکنن کلاسفیکیشن میکنن و مارکینگ میکنن که اگر در نتورک مرکز از ترافیک جنگ و یا از ورم استفاده میکنه یا فایل شیرینگ میکنه درست است؟ ایره چی کو مثلا کلاسفای کو ایره فکر کو که یک پنج امی برش بیتی زیاد بخشن اگر پنج امی نتورک تان باشه مثلا میگه که یک پنج سه دوازده کیلی برش لینک را و اختصاص بیتی مثل امو کلاسفیکیشن که ما در لکچر قبل کردیم ما یک نوع ترافیک را مشخص میکنیم و میگیم که برای همین نوع ترافیک اگر دیتکت کرد در انترفیس ما چکو 512 کی بی
برش محول کو. ای به خاطر است مثلا اگر ورم را مثال بتیم 512 کیوی به خاطر میتیم که خوی دیتا است. از ای ما ای را ما خود چون ای اینجا مسئله از فایروال نیست که دیتک کنه و را کارانتین کنه و اگر کدام ویروس باشه و را چی کنه از بین بوره. اینجا مسئله از خود ترافیک است، یعنی در اینجا ما نمیتونیم که جلوگیری کنیم از حملات ورم، لیکن ما میتونیم که یک پلیسی رو بسازیم که از تمام بنویت ما ای ورم استفاده کنه نتونه، یک مقدار کمی بنویت برای این رقم دیتا اگر بگذاریم که تنها همون قدر اگر انتقال هم یابه تنها همون قدر چیکنه استفاده کنه. اگر ما این پلیسی رو هم نگذاریم دیتای مثل یا ترافیک مثل ورم و امثال هم چی میکنه تمام بنویت را احتوا میکنه و ما هیچ استفاده کرده نمیتونیم از بنویت خود. خب this is known as scavenger traffic. ما یک کتگوری داشته میدم و بخش DSCP به نام scavenger traffic بود که ما اگر خود هم scavenger traffic را ما اگر کتگوری بندی میکنیم در حقیقت اینمی نوع دیتا را چی میکنه؟ شناسایی میکنه. The recommended DSCP value to market when اما خود DSCP را که ما داشتیم CS1 است مارکینگش، DSCP هست و یا CS1 مارکینگش است. اگر ما همین ترافیک CS1 را بگیریم برایش یک مقدار بنویت خیلی کم را بدیم، اینا کسایی که مثلا خدمات فایل شیرینگ استفاده میکنه در داخل دفتر ما، اونا نمیتونه که با سرعت خیلی بالایی که ما در دفتر اینترنت داریم به اون سرعت فایل شیرینگ را انجام بده، بلکه با اندازه‌ای که برایش داده شده، چون ترافیک که ازو شناسایی میشه، پروتکل ازو مشخص است، کاتگوریش مشخص است برای خود راوتر و راوتر بعد ازو بیشتر از امو مقدار تعیین شده بر ازو بیشتر اجازه نمیده که بیشتر بنویت را بگیره و کار انجام بده. مثلا اگر شما در بعض اینترنت کلاب ها رفته باشن، اینترنت کلاب ها هست که وقتی فایل را تا شیر هم که کنی، یا مثلا بعض اینترنت کلاب ها خودشان یک سرور و یک فایل شیرینگ داره، در داخل از او سافتیار و فلم ها و چیزها را میبرند که کسایی که ضرورت داره بیاید بگیره. وقتی که ما میریم امو از خود فایل شیرینگ خود اینترنت کلاب هم که اگه بخوایم یک چیز را کپی کنیم میبینیم که سرعت کپی بسیار چی است؟ بسیار پایین است. به خاطر که او این پلیسی را اضافه کرده که اگر این فایل را وقت فایل شیرینگ را میگیم اونم خودش مثل FTP سرور یک چیزی است و او دو جسد کرده که امی سرعت ازی از این قدر زیاد نباشه یا بنویت را از این قدر زیاد نگیره. پس در این صورت چی میکنیم؟ ما یک لیمیت را میگذاریم که تا اطلاعات زیاد انتقال نیافه و بنویتی که داریم بنویت ما چی بهتر استفاده نشه. که یک مثال زندهش میتونه باشه. خب چی گفته؟ Policing can be used to rate limit junk traffic down to prevent it from the taking the bandwidth from business applications. خب قسمی گفتیم پولیسینگ چی میکنه؟ اما ریت لیمیت جنگ ترافیک ما رو چی میکنه؟ پایین میره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بنویت ما رو بیشتر نگیره، به خاطر اینکه با بنویت اون با بزنس اپلیکیشن و اپلیکیشن های دیگه در خود دفتر نیاز داریم. پس به خاطر اینکه از او جلوگیری کرده باشه لیمیت از رو چی میکنه؟ مشخص میکنه تا از او بیشتر نشه. این بود مسئله در محیط کاری و انترپرایز و تجاری. شیپینگ سناریو، یک شیپینگ سناریو رو میگیریم که شیپینگ سناریو از طرف کاستومر سایت اگه ما باشه، یک کسی که کاستومر است و مشتری است، از طرف از اون شیپینگ سناریو رو اگه ما بررسی کنیم چه قسم است. مثلا چی گفته؟ اینجا ما بازم هدکوارتر داریم و برانچ آفیس داریم و این دو تا توسطه که PLS کنکشن چی است؟ وصل است. The CA to PE link is 100 Mbps. اینجا گفته link بین CE و PE ما چقدر؟ 100 Mbps است. If the customer sends at a rate above 50 Mbps excess traffic will be dropped by the provider. خب این بایی مانا که بین CE و PE چی است؟ link ما چی است؟ 100 Mbps است. و نظر به سناریوی قبلی که ما اونجا دیدیم، خود ISP ما چی کرده؟ در قسمت PE ما چی کرده؟ یک پولیسینگ را وضع کرده، پولیسینگ را وضع کرده که از 10 MB کنه ترافیک ما چی کنه؟ بیشتر نشه. و
و پولیسینگ هم قسم بود که اگر وقتی که از لیمدریت ترافیک زیادتر می شد پس چی میکرد؟ ترافیک اضافی چی می شد؟ دراب می شد و از بین می رفت. پس در اینجا گفتیم که if the customer sends at a rate above 50 Mbps, excess traffic will be dropped by the provider. اگر کستومر ما بیشتر از لیمیت که تعیین شده چی کنه اطلاعات رو بفرسته یا با ریت بیشتر از لیمیت که تعیین شده اطلاعات رو بفرسته او اطلاعات اضافی کنجا آمده چی میشه؟ او از طرف ISP دراب میشه و کستوماری رو میفهمه به خاطر که برایش اونجا گفته شده که تو 10 Mbps خریداری کنی و همین 10 Mbps تو میتونه که یا اطلاعات تو بر ریت و به سرعت 10 Mbps میتونه که چی شوه؟ از این چه؟ از این طرف عبور کنه و از این بیشتر اگه عبور میکنه او اطلاعات چه میشه؟ دراب میشه و از بین میره به خاطر همی some traffic would reach the destination some would not به خاطر همی ما وقتی که اگه ما وایس و ویدیو رو مد نظر بگیریم و وایس و ویدیو در یک دفتر داشته باشیم در اینجا بعضی از ترافیک ما اگه از بین بره یک مقدار از او چی میکنه در دستنشن یک مقدار پکت ما میرسه یک مقدارش نمیرسه بخاطر که ریت ما چی است یا سرعت انتقال ما بیشتر از حد تعیین شده است که ما خریداری کنیم پس اینجا یک مقدار دیتای ما چی میشه لاست میشه The dropped traffic would be random it could be data or voice خب معلوم دار است یک dropped traffic traffic که drop شده اینجا میتونه دیتا باشه میتونه voice باشه میتونه دیتاهای مختلف یا ترافیک مختلف باشه When voice packets are dropped call quality is unacceptable خب در این سناریو اگر ما voice ترافیک را در اونجا داشته باشیم که دراب شوه چون در کیو هست درست هست و در کیو ما هر نوع دیتا میتونه باشه و اگر دیتا ما اکسس کنه یا بیشتر باشه در اونجا مقدار چی میشد؟ دراب میشد و اگر در بین دراب شدگی و پکت هایی از voice ترافیک باشه در این صورت وایس کوالیتی ما چی است انکسپتبل است چیزی است که قابل قبول نیست وقتی که شما صحبت میکنید یا زنگ میزنید از یک دفتر به دیگر دفتر و این لینک ما بیشتر از 10 MB مثلا که تعیین شده بیشتر از اگر بالا میره ریتش در اینجا بعضی اطلاعات ما دراب میشه و امکان داره در بین اطلاعات دراب شده و پکت های دراب شده ترافیک چی است ترافیک وایس ما هم است در اینجا چی میشه وایس ما یا می کالی که ما انجام دادیم چی میشه کلا قطع وصل می باشه و طرف مقابل نفهمه که ما چی گفته The customer configures shaping outbound on the CE1 interfaces with nested LLQ پس کستومر باید چی کنه؟ کستومر باید چی کار انجام ده؟ کستومر باید در قسمت outbound دیزی درست است؟ این CE که هستی راوتر خودش هست درست است؟ در قسمت خروجی هستی چی میکنه؟ شیپینگ رو کانفیگور میکنه به خاطر چی به خاطر اینکه کاستمر میفهمه که اگر در این قسمت در پی ای اگر اطلاعات بیشتر بره دراپ میشه و کوالیتی کال یا ویدیو هر چه که داره خراب میشه پس در سی ای باید چی رو کانفیگور کنه باید شیپینگ رو کانفیگور کنه به خاطر چی به خاطر اینکه اطلاعات از اینجا شیپ شه مثلا اگر از این قسمت زیاد میاد در سی ای مثلا 10 ام بی اس اگر 11 ام بی میاد برای 11 ام بی میاد اینجا در شیپینگ چی میشه 10 MB میشه و دوباره 10 MB انتقال میوه در پی ای و چون اینجا هم ست شده 10 MB و اینجا مستقیم چی میشه انتقال میوه به نتورک مقابل ما در اینجا مشکل ما رو میتونه چی کنه حل کنه پس در اینجا وقتی ما در پی ای پولیسینگ داشتیم در طرف آی اس پی سایت در طرف کاستومر سایت باید ما چی را ست کنیم ما باید شیپینگ را چی کنیم شیپینگ را باید کانفیگور کنیم و این میتونه که راه حل برای یک کستومر باشه با استفاده از شیپینگ و ایره هم با استفاده از چی انجام بدیم؟ با استفاده از نستد LLQ LLQ را خود در لکچر قبل گفتیم Low Latency Queue عبارت از همون کیو است که ما پرایوریتی را هم داریم درست است؟ کلاسفیکشن انجام بده لیکن در اونجا پرایوریتی را هم چی میکنه؟ مد نظر میگیره با استفاده از نستد LLQ بعدا میونه که نستد LLQ چی است او را هم براتون توضیح میتونم یعنی با استفاده ازی میتونم که کار انجام بدم شیپینگ اگزمپل یک شیپینگ عادیه که چه قسم ما میتونیم این پولیسی را اپلای کنیم در اینجا گفته شده مثلا مثل چیزای قبلی
ما چه داریم؟ پالیسی مپ داریم به نام 1H. یک پالیسی مپ ساختیم به نام 1H. کلاس ده کلاس چه دارم؟ کلاس دیفالت میگیم. به خاطر چی؟ به خاطر که ما کل ترافیک را اینجا به نظر میگیریم. اینجا کدام ده اینجا شیپینگ که میکنیم کل ترافیک را به نظر میگیریم. اینجا هر نوع ترافیک که میاد اینجا باید شیپ شوه و مقدار یا ریت از چی اسد ام بی چی شوه بالا نره. پس اینجا کل ترافیک را ما به نظر میگیریم. به خاطر کلاس دیفالت را میگیریم. اینجا کدام کلاس دیگه معرفی نمیکنیم. و به همون خاطر ما کلاس مپ هم نداریم در اینجا، درست است؟ کلاس مپ به خاطر بود که ما انواع مختلف از ترافیک را چی میکردیم؟ اول شناسایی میکردیم. پلیسی مپ به خاطر بود که روی از او چی میکردیم؟ اکشن یا عملیات انجام میدادیم. ما فعلا کلاس مپ هم نداریم به خاطر که ما کل ترافیک را مد نظر میگیریم. در اینجا ما ترافیک های مشخص را به نظر نمیگیریم. به خاطر کلاس مپ هم اینجا اضافه نمیکنیم. در شیپینگ میگیم پلیسی مپ وان اچ مثلا یک نام داده اینجا. ده ای پلیسی ما چی را اضافه کردیم؟ کلاس دیفالت را، یعنی کل ترافیک را مد نظر بگیره و میگیم که شیپ اوریج مثلا 10000 یا 10000 میلیون چی یا 10 میلیون میشه، 10 میلیون میشه، 10 میلیون که ای پی اس که تقریبا 10 امبی میشه چون با کیبینج نشان داده شده. شیپ اوریج 10 امبی. وقتی که ما دائم بین مشخص کردیم اطلاع ترافیکی که از طرف کاستمر در خود راوتر اصلیش میاد اگر اضافه هم بیاید در اینجا قسمت چی میشه؟ شیپینگ صورت میگیره. شیپینگ به این معنی که مقدار اضافی از ترافیک بفر میشه، اینجا ذخیره میشه و نمیمانه که مقدار زیاد ترافیک چی کنه در این لینک بره، به خاطر که در این قسمت باز مشکل ساز میشه، در قسمت آی اس پی سایت برای ما مشکل ساز میشه به خاطر که اطلاعات ما چی میشه؟ دراپ میشه. و این پلیسی رو چی میکنه؟ اینترفیس خود ست میکنه. مثلا میگه که اینترفیس فاسد داره 00 سرویس پلیسی اوت و نامش هم میگیره که اجیون به طرف اوتساید هم پلیسی رو چیکو ست کو. تا اینجا ما میتونیم که یک شیپینگ را به طور عادی چی کنیم. خب یک مسئله دیگه هم اینجا است. خب این چیز را داریم، ما بخش شیپینگ را اینجا داریم، لیکن اینجا باز یک مشکل برمیخوره. مشکل ما چی است؟ مشکل ما است که خب اولی که ما دایم بی پی اس در طرف وان سایت داریم و دایم بی پی اس لینک خریداری کردیم و طرف وان سایت داخل طرف لان صد ام بی پی اس چی است؟ انترفیس ما ظرفیت داره. ما چی کنیم؟ ما فقط از دایم بی پی اس از او میتونیم استفاده کنیم. لیکن اگر ما مثلا قسم کاتگوری کرده باشیم که ترافیک ما را مثلا ما ترافیک ما وایس ویدیو و دیتا است، تا اینجا خب برای کل ترافیکی را شیپینگ را چه کرده بودیم؟ ست کرده بودیم. لیکن اگر ما ریکوایرمنت ما قسم باشه که ما 1 ام بی پی اس حداقل برای وایس نیاز داریم، 3 ام بی پی اس حداقل برای چی؟ برای ویدیو نیاز داریم و 6 ام بی پی اس هم برای دیتا نیاز داریم که مجموعا چقدر می سازه؟ 10 ام بی پی اس. ما این ریکوایرمنت ما هست که این چیزا را چه کردیم؟ نیاز داریم. چون به قسمت در شیپینگ که بود، شیپینگ روی تمام اطلاعات اپلای شده بود و در اینجا مشخص نکرده بود که چقدر دیتا مثلا برای چقدر بانوید برای وایس، چقدر ویدیو، چقدر برای دیتا چه شده محاور شده، اونجا برای کلگی یکسان ای اپلای می شدی رول ما شیپینگ ما. خب در اینجا 1 MB برای وایس داریم، 3 MB برای ویدیو داریم و 6 MB هم برای چه داریم؟ برای دیتا و لینک چه داریم؟ بانوید نیاز داریم. لیکن اگر دیتا ما در اینجا بیشتر شد، فکر کنیم 6 MB نشه، همی 7 MB 8 MB شد، مثلا کارمند هاست دیگه استفاده میکنن، دیتا ما چی میشه؟ بیشتر میشه و ترافیک دیتا ما از ترافیک وایس ویدیو کدر چی میشه؟ بیشتر میشه. در این صورت ترافیک دیتا ما اگر زیاد شد، خب از مقدار ترافیکی که برای وایس ویدیو هست استفاده میکنه دیگه، چون ما اینجا کدام پلیسی دیگه اینجا اضافه نکردیم، درست است؟ اینجا دیگه کلاسفیکیشن انجام ندادیم. پس چی میکنه؟ امکان داره که ما برای ویدیو ما 3 بی پی اس نباشه اونجا، به خاطر که مقدار اضافی از زیر چی کرده؟ دیتا ما گرفته، چون دیتا ما زیاد است. یا برای وایس ما 1 بی پی اس ما نداشته باشیم، در اون که ما کمتر اینجا مانده باشه، و در صورت که 1 بی پی اس و 3 بی پی اس برای وایس ویدیو ما نباشه، پس وایس ویدیو ما چی میشه؟ باز هم مشکل ساز میشه و ما نمیتونیم که وایس ویدیو خود را به کیفیتی که ما میخواهیم چه کنیم؟ انتقال بدیم
به طرف مقابل، و اگر وایس کال داشتم وایس کال ما به صورت درست بیه، و مثلا اگر ویدیو کانفرانس داشته باشیم ویدیو کانفرانس ما به صورت درست میشه. پس بر علاوه به شیپینگ که انجام دادیم اینجا انجام دادیم، باید برای زینا کلاسیفیکیشن هم کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که ما چیزایی که از این ضروریات خود ماست، مثلا ما یک ام بی پی اس برای وایس، سی ام بی پی اس برای ویدیو، و تنها 6 ام بی پی اس برای دیتا ما نیاز داریم. و اگر ما ست نکنیم، کلاسیفیکیشن نکنیم، میشه که دیتا ما از ویدیو را بگیره، ویدیو ما از وایس را بگیره، وایس از دیتا را بگیره. به این شکل اطلاعات، چون اینجا تقسیمات نمیشه دیگه، فقط ای شیپینگ برای کل ازی چی میشد؟ اپلای میشد. دیتا will be sometimes burst above 6 Mbps creating congestion. در اینجا چی میشد؟ دیتا ما از 6 Mbps مثلا اگر زیادتر شد و کانجسشن رخ میده، کانجسشن به صورت رخ میده که ویدیو ما یا دیتا ما چی میشه؟ در کیو به شکل فقط فرست ان فرست اوت قرار میگیره. در اینجا اگر دیتا زیاد باشه، امکان داره که در کیو دیتا ما چی میشه؟ بیشتر قرار بگیره و اول دیتا پروسس شه و ویدیو و وایس ما چی میشه؟ عقب بونه. در این صورت باز چی صورت میگیره؟ اما اطلاعات ما به صورت درست، به وقت زمان درست به طرف دستینیشن چی میشه؟ نمیرسه با وجود آمدن اینی کانجسشن. پس بر علاوه که ما شیپینگ را انجام بدیم، ما باید برای ازی کتگوری بندی را یا کلاسفیکیشن را انجام بدیم. خب کلاسفیکیشن چه قسم انجام میدیم؟ ما یک کلاس تعیین میکنیم، مثل مو لکچر قبلی کلاس مپ بنام وایس، برای وایس ما مچ آی پی دی سی پی ای اف، کلاس مپ ویدیو برای ویدیو ما مچ آی پی دی سی پی ای اف 41، و کلاس مپ سیگنالینگ که مربوط وایس می شد مچ آی پی دی سی پی سی اس 3. این سه تا رو معرفی میکنیم خاطر که شناسایی شوه که ما این سه تا ترافیک را چی کردیم داریم. ما یک پالیسی مپ به نام نستد می سازیم. خود نستد بعدا میگم به خاطر چی نستد نام شماندیم. پالیسی مپ نستد، نستد چی میکنه؟ کلاس وایس ما رو چی میکنیم؟ چون برای وایس گفتیم یک ام بی کار داریم، برای ازی یه را هم در پرایورتی کیو میگذاریم، هم یک ام بی بنویت برش میدیم. کلاس ویدیو رو چه میکنیم؟ هم در پرایورتی میگذاریم، هم سی ام بی بنویت برش میدیم. کلاس سیگنالینگ رو همچنان فقط 128 کی بی بنویت برش میدیم، نیاز نیست که به چی در پرایورتی کیو بگذاریم. و هم سعی کنن یک ام بی شد، ای سی ام بی 4 ام بی میشه، درست است 128 کی بی خود کد از جمع کنی، متبقی ازی تقریبا 6 ام بی دیگه برای چی میمونه؟ برای دیتا میمونه. پس اونش میگیم کلاس دیفالت فر کیو، دیتا را کلا در کلاس دیفالت میندازیم. در اینجا چی صورت میگیره؟ هم کانجسشن ما حل میشه، درست است، هم کانجسشن ما حل میشه، هم ام بنویت ما به صورت درست چی میشه استفاده میشه، و هم شیپینگ میشه، شیپینگ را هم انجام میدیم. کانجسشن ما چطور حل میشه؟ ما برای وایس هم یک ام بی را مشخص کردیم، برای ویدیو هم 3 ام بی را مشخص کردیم. این حاله وایس ویدیو اینا چی میشه؟ هم پرایوریتی میگیره، زودتر پروسس میشه، در این صورت کانجسشن رخ نمیده و ترافیکی که مربوط وایس ویدیو میشه در کیو منتظر نمیمونه، زود پروسس میشه، چون در پرایوریتی کیو است، اول اینو پروسس میشه بعد از اطلاعات دیگه. و امو 6 ام بی برای دیتا همینجا ما مانده بر ما. اگر ما از این 10 ام بی از اینا رو کم کنیم، یک ام بی، سه ام بی، چهار ام بی و 128 کی بی اگه داریم، اگه کش از 10 ام بی کم کنیم، تقریبا 6 ام بی دیگه برای دیتا هم میمونه که به نام کلاس دیفالت دیتا ما اینجا قرار میگیره. پس اگر کسی بخواد که از دیتا بیشتر استفاده کنه هم نمیتونه. به خاطر چی؟ به خاطر که برش 6 ام بی داده شده، از 6 ام بی بیشتر نمیتونه که ترافیکی که مربوط دیتا میشه بیشتر شوه و ترافیک از اینا رو بگیره. این به این خاطر ما چه کردیم؟ تقسیم بندی کردیم. پس در این صورت تقسیم بندی ما هم شد، چی شد؟ شیپینگ ما هم شد. لیکن اگر ما یک چیز مد نظر بگیریم، شیپینگ، برای شیپینگ ما یک پالیسی ساختیم، درست است؟ برای شیپینگ ما یک پالیسی ساختیم و این پالیسی رو چی کردیم؟ به انترفیس چی کردیم؟ به انترفیس این را اد کردیم. این حاله برای ازی هم یک پالیسی نیاز داریم، درست است؟ برای ازی هم یک پالیسی نیاز داریم که ببخشید یک سرویس پالیسی، ببخشید یک سرویس پالیسی نیاز داریم که او هم به انترفیس چی کنیم؟ معرفی کنیم که تا این کار هم انجام بده. این حال انترفیس ها که در انترفیس فقط در یک زمان میتونیم که یک پالیسی را انجام بدیم یا یک پالیسی را اضافه کنیم. در یک زمان در انترفیس ها فقط یک پالیسی میشه که اجرا شود، نه که دو پالیسی، یک پالیسی برای
برای خود شیپینگ یک پالیسی برزی نمیتونیم داشته باشیم. پس چی کار میکنیم؟ پالیسی که دایی ایجاد میکنیم ایره در داخل ازی میگذاریم. با خاطر ایره ما بنام نستد ماندیم. نستد یعنی تو در تو، گفته هراتی، تو در تو یعنی داخل با داخل، یک داخل دیگه. پالیسی از را چه میکنیم؟ دایی جا میگذاریم. چه قسم؟ بای شکل سرویس پالیسی نستد میگیم. خلاص در اینجا چی گفتیم؟ سرویس پالیسی اوت وان ایج، یعنی ای را گفتیم، نام ازی را گرفتیم. نام ازی را که گرفتیم ای سرویس پالیسی نستد هم مربوطی در داخل از این میه. پس ای را چی میکنه؟ ای را اجرا میکنه، هم شیپینگ را انجام میده، هم سرویس پالیسی نستد ما را رن میکنه که عبارت از ای است. درست است؟ عبارت از ای است. پس ای هر دو پالیسی را میتونه که هم پالیسی خود را داشته باشه و هم پالیسی از را در بین ازی داشته باشه. و در انترفیس ما فقط یک پالیسی را ذکر میکنیم، به خاطر که از یک پالیسی بیشتر ما در انترفیس ما اپلای کرده نمیتونستیم. به این خاطر ایده گفته بود که از روی نستد حل کنین. اینجا ما داشتیم که گفته بود که با استفاده از نستد ما میتونیم که چی کنیم؟ این مشکل را نستد LLQ گفته بود، بخاطر که ما دو تا پالیسی اینجا داره میداله، یکی برای شیپینگ داره، یکی هم برای کلاسیفیکیشن، و هر دو پالیسی را نمیتونستیم که دیگه انترفیس چی کنیم؟ اپلای کنیم. پس پالیسی زیر هم در داخل پالیسی هایی که ذکر کنیم بر ما کار ما رو چی میکنه؟ انجام میده. خب ای بود از کانجسشن منیجمنت ما در چی؟ با استفاده از شیپینگ و پولیسینگ که در رابطه به این موضوعات بحث کردیم. خب این ویدیو رو اینجا ختم میکنیم. اگر نیاز بود خود ای را کار میکنیم، اگر نیاز نبود یکان کار عملی دیگر را میتونیم انجام بدیم.